خدا بده برکت. باشم بریم تو حساب. اویو دیروزم پول نهیدی، پر روزم پول نهیدی، این هم از امروز. اسکر بیا برو. ما ایستادم کنه تموم که با من بریم. بیا برو با ببینم، وقت شما منتظرتم. بیا بینم. تو این مورد با هم صحبت کرده بودیم هاشم. در چه موردی؟ تو بیشتر از اینا به این بدهکاری. بدهکار چی؟ متوجه نمیشم. همین که نمیذارم بچه اینجا شروعی کنن، سر به سرت نمیذارم، خودش مگه کمه؟ من صاحب محلم هاشم. بیوک اگه میخوایی کلامون تو هم نره، من قاطی نکنم، چایی خوردی باید حسابتو بدی. تازه من تو رو آدمت کردم، من تو رو بزرگی محلی کردم. بابا گنده تر از صاحبی محله منم. میری میشه حساب، گنده تر از منم توی محلیش، فهمیدی یا نه؟ میری میشه به حساب. چه خوش خیال بود، بدبخ شد رفت به کارش. چرا؟ خب تعلیق رو گرفت یعنی تموم شد. اون که میگفت من شاه پرستم. فعلا باید منتظر بمونیم. میخوای چی کار کنیم؟ نوشته رئیس کلانتری اختیار داره برش گردونه یا نگرش داره. فعلا تحملش میکنیم. سرکار یه سوال بپرس. چرا باهاش رج افتادی؟ مردم دار نیست گروه بان. آدم باید یه کار کنه، وقتی مرد چهار نفر بره زیر تابوتش. چرا با ابراهیم نرفتی؟ خواب موندم، بلند شدم دم رفته. قسمت نبوده، حتما یه خیریتی دوش هست. شغلت چیه؟ اولا اونبا بودم، بعدا قرار شد برم رو کامیون کار کنم. کنون درد چی پس؟ لابد قسمت نبود. نه دیگه، بعضی از کار نکردن ها مال قسمت نی، مال یه چیز دیگه است. گرفتی چی میگم که تو بذار نا نه میگونم دیگه. تو برو بس بیا. خوبه الان بیا حیوان. پدرم هم صداش خوب بود. حتی پسرم الان تو عروسی ها میخونه. من 50 ساله دارم از آن میگم. خداست دیگه، بازیایی داره که هیچ کی ازش سر در نمیاره. 100 بار خواستم نرم جان خودم و انداختم گردنشون که خودشون پاشن از آنو بگن. یه بارکی دیدم مسجد و کلیدشم دادن دستم. تو که صدات خوبه. اولا جدی میگم، چند بار گوش دادم از آن دادن تو. عاشق اون حیه علی صلات دم که زبونه نمیچرخه. خوبه که نماز نمیخونی دیگه، اگه بد بود حتما میخوندی. سلام علیکم. سلام علیکم. خدا قوت. احوالتون؟ سلام. خسته نباشید. بفرمایید. چه خبر؟ نصیب؟ از تدریب؟ حالا امسال شکر خدا کلی دسته عزاداری اومد. شلوغ شده بود حسابی ها؟ نه شلوغ، قیامت بود، غوغایی بود برای خودش. طالبی هم خبر داری بود چه خبر؟ اونجا هم خیلی شلوغ بود سید، بزن بزن بود، کلی طلبه رو هم دارن. خدا حافظ جعفر. یه دقیقه وایسا، یه امانتی به دست حاج نصرت بده. گوهر خانم. بله. امانتی حاج نصرت گذاشتم اینجا، امانتی رو بده اونو بهم کن. دست درد نکنه. سلام به هم بشه. قربان شو. کاری نداری. خدا حافظ شما. خدا حافظ.
عمده سپاه کنندگان که زیادی از آنان مسلح به اسلحه گرم بودند موفق شدند نفر را به عمارت و سلاحات نفر. فکر نمیکردم رادیو داشته باشی. هم رادیو دارم، هم صفحه گرم دارم، هم قرآن میخونم. بس معلومه آدم با سوادی هستی. سوادم کجا بود؟ قرآن از حفظ میخونم، اونم یادگاری مادر خدا بیامرز می بهم یاد داده. این رادیو هم حاجونسد برام آورده. تو این ده فقط من رادیو دارم، اونم اخبار گوش میکنم، تمام خاموشش میکنم. الانم باید بخوابم، صبح بعد از صبح باید برسم که کار دارم. تو هم برو بگی بخواب که کار زندگی داره بابا جان. خانم حتما جهد کردی امشب تمومش کنی، باقیشو بذار فردا دیگه، بذار فردا بقیه‌شو. بیا پاشو یه چیزی میگم گوش کن، حرف منو زمین ننداز. رج آخره دوتا گره بزن وسط خوبه. از قدیم رسم بوده هر کی رج آخره گره میزنه هر نیتی کنه خدا بهش میده. شما حاجت گرفتی؟ نه. پس چی میگی؟ من حاجت نگرفتم برای که تا رج آخره گره نزدم. تو گره بزن بابا جان، برو. آه گره بزن. یا الله یا الله. عزیز، این دختر غم و غصه ها رو میریزه تو خودش، همش میره میشینه تو صحنه کبوترا. برو باش حرف بزن. سلام دخترم. میری خیلی بیتابی میکنی، همش میای میشینی اینجا. نگران جلولم، نمیدونم کجاست، مثلا چه بلایی سرش اومده. همه جا رو رفتم گشتم، شهربانی، تامینات. میدونم، هر جایی که فکر میکردم رفته باشه رفتم، ولی اثری ازش نیست. چهل سال زندگی یه پسر چموش، وقتی اومدی گفتم از آب و گل در میاد، ولی دیدم نه، همون جلاله و همون یه پیمونه جو. صدای کلکل کردناتونه که میشنیدم بیشتر طرف تو بودم، میگفتم حتما بدبختی سر جهیزی این دختر. ولی حالا که رفته دلتنگ بشم. چشام که میگرده، اسم جلالو که میگم دنبالش اسم راضیه میاد. دلم برای جلال که تنگ میشه، بیشتر میبینم دلم برای تو تنگ شده. من اون شب حرفاتونو با بابا شنیدم. خودم بلند بلند گفتم که بشنوی، این زندگی حق توه دخترم. ولی اگه میدونستم دو جانی و نبی منو با خودت داری، مثل همه سالا حرفمون با خودم میگفتم. من منتظر جلال میمونم. هر چی می‌دونستیم به شما گفتیم. به خدا نه، اون چیزایی که من می‌خوام.
هنوز فرستادی دنبال نخستی ها؟ نه آقا، آقا اون روز اومد از من سجلدم رو خواست، خواستم سجلدم بهش بدم که شما رو دیدم. آقا میگی مثل سگ دروغ میگی. جلال کجاست؟ آقا به خدا به من گفت که میرم تهران. حرفت میارم. یه سرباز میخوام که با ماشین کلانتری برم. پسرا رو چرا گرفتی آورده کلانتری؟ دنبال یه سرنخ جلو. باید به من میگفتی گروهبان. ما اجازه ندارم هر کی رو دلم خواست برداریم بیارم تو کلانتری بازجویی کنیم. سرکار استوار، انگار یادتون رفته مسئولیت این پرونده با منه. درسته، اما بهتره تو هم یادت باشه ادامه مأموریت تو به شرط تایید منه. حالا سرنخت چیه؟ وقتی ما رفتیم دم در خونه موسا، جلال ما رو میبینه و فرار میکنه. خب اون فهمیده که ما دنبالشیم، بخاطر همین نمیره تهران. خب پس اون همینجاست. کجا؟ باید روستاهای اطراف رو بگردیم. خب برو بگرد. غریبه کیه تر شب میاد اینجا میخوابه؟ چی کار به غریبه داری؟ میگه هر آن کس که حق را بیارزد به جان، یقین بوالحسن را بیارزد به نان. بابا یه بنده خدا اینجا پناه آورده رو دوش من، تو که نخوابیدی که. میگم اینجا روستا زن و بچه هست، زشت آخه. آخه یکی بیاد مسجد واسه زن و بچه و روستا زشته؟ آخه چرا قیمت میگه؟ چرا بل کن دیگه. این بسته رو هم رفته بودم تبریز، تو گاراژ پسر نتیبه داد بهتون برسونم، گفت حاج رسول از تهران فرستاده. حاج رسول فرستاده؟ دست پسر باشه بریم بیرم. این سخت چشه؟ دو ساله یه تیکه چوب پوشیده الان میگه شکست. بقیهش چی؟ ببین خونه سی بخوریم بهت میگم، یعنی همت ندارن این یه دونه چوب عوض کنن. این همه آدم من میگم وقت کنم یه خاکی بریزم سرم. راستش میگم یه دونه چوب میخوام. گوهر خانم به خوبیت نداره، مهمون داریم، اون سفره رو بردار بیار، گرسنگی مردی. خدا پدر حاج رسول رو بیامرزه. چطور؟ اینو خریده فرستاده، دیگه لازم نیست از سر زمین بیایم مسجد از آن بگیم، همونجا از آن رو برقرار میکنیم. خب خدا خیرش. عالیه، سبک هم هست، بارکم. بیار دیگه گوهر خانم. کجایی تو؟ بدش من. دست درد. بریدمش. چی رو بریدی؟ قالی رو از دار. خب دلم هزار را رفته بود قالی رو برداشتیم دیدم بخواد بریدمش. بفهم داغه داغه. آقا بفهم مدیون شکمت نباش. کم دیگه فرصت بده. همه این زمین ها مال توه؟ اینا هیچ کدومش مال من نیست. کنترات گرفتی؟ آره کنترات منه. صاحبش باز خیلی آدم گردن کلفتی باشه. خیلی، فقط این نیکه یه عالمه همه جدا. آره این همه کار میکنه چقدر گیرت میاد؟ چقدر گیرم بیاد خوبه. نون وابودی میگفتم، اینو نمیدونم. یه نون بخور نمیری گیرم میاد، ولی شاکرم. شاکری؟ شاکر نباشتم چی کار کنم؟ کار نکن. کار نکنم چی کار کنم؟ یه جا دیگه، واسه یکی دیگه. خدا پدرت بیامرزه، خیلی گشتم، از همشون با انصافتر همینه. حالا قراردادتون چجوریه؟ قراردادمون شما که غریبه نیستین، خاک و بارونش مال اونه، فعلیگی و کار و زحمت و تلاش و عرق ریختنش هم مال منه. ضرر نکنه.
من ضرر نکنم اون ضرر میکنه. جلال خیس شدی بعد سه دیگه سینه پهلو میکنی اینه بگی بده بهش بابون است تبشو پایین میاره خوب کنه که بیا بوده باشو باشو بخوای بخوای یه حالو دیگه یه حالو دیگه آرومت میکنه باغ هست عمر باغ هست و بوستانی اما باغ هست و برات نیابونی و موازه باغ باشن نه بوستان اما خوب کجا مخواستی بری با این حالت؟ از کجا شروع کنم؟ از اسمت؟ اسمم جلاله. خب بقیهش یه مجرم فراری؟ مجرم نیستم اما فراریم. همه رو معموله بهم گفت الا یه چیز، این راضیه کیه؟ راضیه؟ آره راضیه، تب که داشتی همش اسم اونو می آوردی، کیه؟ راضیه زنم، تازه فهمیدم دارم پدر میشم.
عجب، حالا میخوای چیکار کنی؟ بالاخره دیر یا زود اینا میفهمن اینجا بودی دیگه. میرم تهران یه کار پیدا میکنم میام زنم هم میبرم. بگینو بخور نگفتم که جمع کنی بری بهت بر بخوره. میگم چه کار میخوای کنی؟ شما پدری کردی ولی درستش رفتن. اینو بده من این بهتره، اینو بخوری دیگه سرحال میشه. بگی بخور. بگم بدم خودت میتونی بخور. چرا بهشون نگفتی من اینجا؟ هر کی اینقدر برای من کار میکرد منم هم همین کارو باش میکردم. قبل از اینکه برات کار کنم من بهشون نگفتی؟ نوشتم و خونده بودی. کدوم نوشته؟ کجا نوشته بودی؟ تو که اصلا سواد نداری. آها، پس چایخونه مسجد تو کثیف کرده بودی؟ خیلی آدم عجیبی هستی. تو کثیف کرده بودی؟ آره؟ بخو باید کار دارم. بخو هاشم حسابون چقدر شد؟ هیچی بابا، خونه خودت کنه. ببرمی آبا تو تارم بریم از کرد. الله سوش یاوشتان گتل دوتام زیر از شد. راضیه 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 کجایی؟ راضیه آقا بویو جان مادرت جمع کنین. بابا اینجا قهوه خونه است، خمارباز خونه نیست.
کچلمون کردی هاشم. چی میگی؟ برو چای تو دم کن دیگه. از صبح 10 بار گفته یه دور بازی میکنیم جمع کنم. دای دای بابا کسی نمیاد تو این قهوه خونه. چند تا کارگر بدبخت میومدن اینجا چایی میخوردن میرفتن سر کار، دیگه کسی نمیاد. تو نمیخواد باسته اونا رو بخوری، تو برو کار تو بکن. آقا شن دست در نکنه. آقا به سلامت، خدا بده برکت. بابا چاله در اومد رو بخوری تو چا. باشین جمع کنیم، باشین بینیم. چطور بیوک؟ مخلصم سرکار. چی شده؟ هیچی. میخوای از هاشم بپرسم؟ نه بابا، بچه ها خواستن که این بازی کنن. هاشم دلخور شد، منم گفتم جمع کنم بساطشونو. بالاخره بنده خدا محل کسبشه، حق داره. میگم بیوک، محل خیلی سوت و کور شده، انگاری صاحب نداره. صاحب نداره؟ ها دیگه، اگه محل صاحب داشته باشه باید گوشه یکی رو بگیره به پیچونه. باید یه ارزندامی بکنه یا نه؟ راستیتش سرکار، از اون قضیه جلال یکمی بچه ها ترسیدم. از چی؟ بهتر بگی از کی؟ از چی؟ از تو دیگه سرکار. برای چی؟ والا راستیتش سرکار، نه تنها محله ما، کل تبریز آژانی مثل تو نایده بودن. یا از ترسشون نمی اومدن، یا که می اومدن یه چایی می خوردن و فلنگو می بستن. بالاخره نگفتی محل صاحب داری یا نه؟ صاحبش من که سرکار. صاحبش تویی؟ تو چه جور صاحب محلی هستی که تاله گوشی یکی رو نگرفتی بپیچونی؟ بی سواتی بگوینیم. چی میگی سرکار؟ بی سواتی بهت میگم، اون سارا ادبش کن. یعنی تو میگی که من کاری به کارت ندارم، کارتو بکن. چی به تو میرسه سرکار؟ زیادم باهوش نیستی جلال، از تو باهوش تر. خب من باهوش نیستم، یه جوری بگو حالیمون شه سرکار. حالا یه جوری میگم که ملتفت شی. اگه تو موسا رو بچزونی جلال آفتابی میشه. اولا نمیتونه تحمل بکنه که دوست جونجونیشو داری اذیت میکنی. رسانه نمیتونه ببینه یه کس دیگه صاحب محله شده داره ارزندام میکنه. نوکر تماستم سرکار. خب آره. آ پولت کو بابا آخ مشتم دا مال دور قبلی بود. آ آخ آدری آره. ای خدا آدری آشو موسا موسا چیه؟ بویو کایت داره. چی کارم داره؟ نمیدونم، تو قهوه خونه هست، بیا ببین چی کارت داره. بابا دارم بازی میکنم. ده بیا دیگه. آلو وایلا شرامی ها آره چه دیستان جاو آلو وایلا بابا آیا چه دیستان آلو وایلا رو قاقی صفح جده بدار انداختی اومدم آن بابا جاو آلو وایلا پهلیه بود زیستان همیشه بود زیدی ها. کم پیدایی موسا؟ ننم مریضه تو خونه. دیروز تو محله دیدم ننه تو. از مریض خونه داشت میومد. کاری تو بگو. میگم هوا خوبه، کفترا رو بیاریم بیرون یه بادی بخورم. کفتر جدی گرفتی؟ نه همون توقیه، همون که دیدی. من کفتر من همینجوری نمیارم، کلی خرجش کردم. چی گفت همینجوری؟ جرو میندازیم از سفیان تا اینجا شرطی فردا ظهر حله؟
حله 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 رضا اومده بده بینم تو قیما ساعتو ندادم بهشون شفتارا رو پر نمیدی که من بگم او آدم هایی که تو محلتون گذاشتم حرفاش چیه؟ حجته حجته زر مف نزم بشمار بینه قم کن خب یک دو سه ولش کن بعد هر روز میری میشینی قهوه کنه جات اونجاست واسه چی سرکار؟ برای که جات مشخص باشه جلال بشنوه که موسی رو زدیم یا سراغت همه جا دنبالشن بالاخره دیر یا زود پیداش میشه اومد چی کار کنم سرکار؟ نه ترس هوا تو دارم جرأت نمیکنه بهت دست بزنه اصلا فرصت نمیکنه دست بهت بزنه حالا دیگه برو دنبال کارت برو این برم آفتابی نشو برو چیه؟ من زدمش سرکار با چاقو هم زدمش با چاقو زدی احمق عوضی کی بهت گفته بود با چاقو بزنی؟ مرگ یه بار شیونم یه بار سرکار بذار همه بدونم محل صاحب داره اگه شکایت کنه پدرتو در میارن الاغ خودت گفتی بزن من که گفتم لتو پارش کن من فقط گفتم گوشمالیش بده حالا کجاش زدی؟ نفهمیدم نفهمیدی چون نفهمی نفهم بابشو برو برو به 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 قشنگ شده ها معلومه معلومه که معلومه همچه زن یادم داشته باشه باید قشنگ بشه دیگه میگم گوهر این پسر امروز فردا میره ها کجا؟ میره تهران حالا کار نداریم میره به سلامت ولی میخوام بگم به نظرت تا پاییز میتونیم یه قالی دیگه ببافیم؟ شدنیش که میشه ولی باید کمکم کنی پارسالم قول دادی نتونستی نه دیگه قول میدم این دفعه قول میدم امسال بارون خوبی اومده سرت گرم برداشت میشه میدونم نه توجه نمی کنی نکن گوه ببین ببین نکن منو قول قول سیبیل مرد بود همیشه خدا خرم کرد دور از جون این حرفا چیه ماشاءالله باور کن ناراحت میشه ولی اینجوری زن درد باشه عالی بارکلا بارکلا کاش بیشتر پیشم میموندی جلال تازه بهت عادت کرده بودی اینو بگی دست در نکنی عالی هم همراهت میبری نامه استش میری بازار فرش فروشای تهران همون راسته فرش فروشا بگی حاجی رسول همه میدونن کیه میگی سید منو فرستاده این چیه اونم بذار جیبت حالا همه باید بدونن قالی هم بدم حاجی رسول نه دیگه گره آخر رو زدی مال خودته نه من بدون قالی هم میتونم گیرم بذار جیبت بذار جیبت صداتو بلند نکن بابا ننه گوهر پایین جون گذاشته از اولش هم دارشو واسه کار خیر قسمت تو بوده تموم شو بذار جیبت میگم برات قضا گذاشتم تو راه بخوری پسرم دست در نکن ننه گوهر خیلی زحمتت دیر میشه به سلامت قالی تو بردار آخه قالی آخه نداریم قالی تو بردار بابا جون بردار تموم شو آتی پیاز داغش زیاد نکن شرط میشه بابا قالی رو بردار خودت هم لوس نکن به سلامت خیر پیش خیر پیش آقا جلال جان نری که رفته باشی ها سقف مسجد کار داره رو هیکل تو هم حساب کردم الله توکل یه بار دیگه مشخصات چه بخون جلال شاطری قد 180 رنگ چشم مشکی موسیا تقریبا هم لاغر مشخصات که میخوره ولی سه جعفرم گفت اسمش اکبره اون که نمیدونه اسم دنبالشی
من نمیدونم این مسائلی که دست میبرم این پاسگاهی محلی نمیگم. حالا یه مقدر سریعتر برو. Shut up!